الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب كيف يقبض العلم وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفش العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى حتى يكون سرا حدثنا العلاء بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء بابو كيف يقبض العلم باب از در ان كي چي گونه علم قبض ميشه چي گونه علم گرفته ميشه او علم از بين ميرا ولا يق وكتب عمر بن عبد العزيز ونشتكى سيدنا عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين الى ابي بكر بن حزم با ابي بكر بن حزم كه استعمله عمر بن عبد العزيز كورا عمر بن عبد مقرر کرده بود سر امورات نوشتن حدیث وظیفه داده بود دوره دا. انظر برش نوشته کرد که ببین ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فكتبه ببین آنچه که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه او را بنویسین ابی بکر ابن حزم را عمر بن عبد رضی الله تعالی عنه وظیفه داد که بنویسه از انچې که از احادیس رسول الله صلی الله علیه و سلم است احادیس رسول الله را بنویسی یعنی احادیس خو زیاد است از خلفای راشدین و از ب بکر و عمر و عثمان و از اصحاب رضی الله تعالی عنهم نقل شوداس ولې تو تنها حدیث رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم را بنویس تنها حدیث رسول الله را بنگار و بنویس ایرا گفته بود برش گفت انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ببین هر جا که حدیث رسول الله باشه او را بنویس فانی خفت دروس العلم گفت ما میترسم از زای شدن علم دروس به معنای درس ظاهر شدن چی زایل شدن میگه فراموشی درس در قرآن عظیم شان به چندین معنا استعمال شده است درس به معنای فهم استعمال شده است درس به معنای القا استعمال شده است درس به معنای ذهاب هم استعمال شده یا دروس به معنای از ذهاب یا از بین رفتن یا زایل شدن گفت ما می ترسم که دروس علم که علم درس شو و زایل شو و کونه شو از بین بره و ذهاب العلماء همچنان ما میترسم از بین رفتن علما که علما زایل شو امروز علما حدیث از حفظ زیاد دارن علمای صحابه و تابعین احادیث از حفظ یاد داشتن ولی ما می که علما از بین بر احادیث رسول الله زایی شود و از بین بر علم لذا برای ابی بکر ابن حزم وظیفه داد که کار کنه خو در روایات دیگه هم آمده که زهری را وظیفه داد شهاب زهری را یایی بود که یک کمیته بود یک لجنه بود که در رأسش یکی قرار داشت ام 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 ابن شهاب زهری که در رأسش ابن شهاب زهری قرار داشت او شاید کمیته یایی که برای در رأسی کمیته ابن حزم قرار داشت ابی ابن حزم بر این قرار داشت در یا ابن حزم چی مرادش نیست ابن حزم ظاهری اندلسی و دیگه است بسیار دیر با تیر شده است و 300 سال بعد از واقعه تیر شده است اما ای ابن حزم ابی بکر ابن حزم برای ازی وظیفه داده بود که تو برو جمع کن یا ایست که به دو نفر علایده علایده دا وظیفه داده دا. یا ای که یک کمیته بود که هر دوی از یاد او سهیم بودند چون مشهوری است که عمر رضی الله تعالی عنه عمر ابن عبدالعزیز ابن شهاب زهری را مکلف به جماوری احادیث می سازد که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله علی و جماوری کو جمع که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نمون که درس یا زائل شوه یا از بین بره بلکه باقی بانه از او خاطر برش نوشته میکنه که بیبی آنچه که از حدیث رسول الله صلی الله علیه فکتب هو را بنویس فین خفت دروس العلم ما می ترسم از زایه شدن علم از فراموشی علم که زایه شوه فراموش شوه وذهاب العلماء، هم ترى نمتر سماز رافتاني، علماء ولا بران از دنيا، وعلم بونه متوبوز، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قبول ولا يقبل قبول نمشاوات إلا حديث النبي، ما قال حديث النبي؟ يعني كل من يأخذ قوله أو يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أركس قول شوقي مش ترك حتى الصحابة. حتى الصحابة كل صحابة أقوال حر صحابي وكل صحابة گرفتنش واجب لازم نيس هذا خاطر إمام أبو نفر الله عليه مي قفت ما جاء من الله ورسوله فعلى الرأس والعين أنشي كي طرف الله ورسول برمو نقل شو بسارة چشم مي و وما جاء من بعده من الصحابة أنشي كي ما بعد رسول الله طرف الصحابة برمو نقل شو فنختار منهم أزباني شان اختيار ميكونيم از بینشان اختیار میکنیم و ما جاء من بعده من من و آنچه که بعد صحابه از صحابه است تابعین بر ما روایتش برسه فهم رجال و نحن رجال و یک مرد واسطه یک مرد مستید یعنی ما مکلف پیروی از اون نیستیم که حتما از تابعین از صحابه را فنختار و منهم ما از بینشان اختیار میکنیم از صحابه را نگفت که کلش واجب است بگیریم از این خاطر بسیاری از اقوال صحابه را امامات ترک کردند بعضی از اقوال صحابه بودن که اماما او را ترک کردند تابعينه تا قبل مثلا در ابن عباس رضي الله تعالى عنه در تلاوه خود ميگه خمسه رضاعات عايشان ميخوان ولي اصحاب ديگه صحابه و في أزواز. أزواز جزء وهو تفسير ازواس هي تفسير ازواس چه جه تفسير عائشه در مصحف خود نوشته کرده بود و خمس رضاعات نوشته کرده بود عائشه رضي الله تعالى عنها در قرائات خود ميخوان كي خمسه رضاعات و يا ميخوان كي متتابعات عمي يعني هي يشير أمي في ثلاثة أيام متتابعات إيه متتابعات ورزعات إيه ديك الصحابة إلى ترك هذا بخاطر إيه كي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقوالشان <applause> بالاستيعاب حجات نيس أقوالشان أن جاي كي أن جاي كي حديث مرفوع نباشا حديث مرفوع قول موقوف الصحابي كي ایجی نباشد مستدل عقلی نباشد او به حکم حدیث مرفوس قبول میشه آنجایی که حدیث مرفوع موجود باشه هیچ گرفتن نمیشه ولی بعض جاهایی که ك... حدیث مرفوع هم نیست اقوال متعدد صحابه آمده پس حق اختیار داره مجتهد حق داره که فنختار و منهم از بینشان اختیار کنه دلش که از یک صحابی را میگیره دلش از دیگه صحابی را از این خاطر میبینن که بین فقهای تابعین و طب تابعین اختلاف است مثلاً مياني حسن البصري أو و والطب طابين إمام أبو حنيفة مياني هذي اختلافس محمد بن سيرين أي متابينه كبار كبار تابين كاستغ مثلاً طلحة أو عكرمة أو مثلاً عكرمة شاگرد ابن عباس بود أو مثلاً أبو طلحة يعني عبد الحيد شاكر بن عباس ميم طلحة يا مثلا دغمتو يادم بنت سالم مولاي ابن عمر انمي يا بودن بلي مجاهد قطاده انمي يا كي بين از يا اختلاف موجود است ببین قسم ميغا حسن بصري ديگه او زعيدي ميگه در يا سفيان الثوري يا ابن مبارك خير ابن مبارك سفيان صوري بعدي هستند بين التابعين اختلافات موجود بودا ای إيه اختلاف به معنی ازی بوده که هر الصحابة از مستدل صحابه اختیار مثلا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حدیث مالک ابن حویری سنا گرفته و حدیث عبد الله بن عمر را در رفع الیدین او را بالمقابل بل حدیث عبد, عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نماز خوان رفع الیدین نکرد گفت حاکزا أه صلیت لكم صلاه رسول الله صلی الله عليه وسلم آله قسم بر شما نماز نبی علیه السلام خوان رفع الیدین نکرد خب بالمقابل امام شافی امام مالک احمد بن حنبل یا مثلا تابعین دیگه که در او اثر بودن تابعین آمدن یخونا تاب طب تابعین طب و بعضشان بسیار متاخر متع... 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 هست مثل احمد بن حنبل در بین ایمه فقه ها متاخر است اول ابو حنیفه رحمۃ اللہ است که در 80 تولد شده است در اصل صحابه تولد شده است بعضی ها میگن که صحابه را دیده برخی ها میگن که صحابه را نه ولی طب تابعی بودنش یقینی است نه 150 وفات شده است و آخری صحابی که از دنیا رفته است در 105 هجری و برخی ها در 95 گفته در مقدمه بخاری تان شاولی الله رحمۃ مقدمه سرش نوشته کرده دی آخرین صحابی را سهل بن سعد صاعدی معرفی کرده که در 105 وفات شده است آه... طبق تحقیق شاولی دهلوی سهل بن سعد ساعدی آخرین صحابی بوده که از دنیا رفته با در مدینه اما برخی دیگه صحابی ها گفتن برخه انس رضی الله تعالی در کوفه میگن و بعد صحابه از خاطر علمایی که تاریخ امام بوینی رحمت الله علیه نقل میکنه هم مثل خطیب بغدادی و دیگه علما برخی از یا قول کردن که ابوانی رحمت الله علیه تابعی هم به خاطری که ای در کوفه در وقتی که تولد شد انس رضی الله تعالی عنه چند سال در کوفه دیگام زنده بوده امکان داره که در دا عمر 7 سالگی و پنج سالگی امام بانیفر رضی الله تعالی عنه رحمه الله را به زیارت انس ابن مالک نصیب شده باشه برخی علما مازی استدلال و برخی علما دیگام میگن که نه همو اصل موضوع موضوع تبع تابی بودنش است و یقینی است که به تواتر ثابت است که طب طبي بدا صرف طبيعته اختلاف است با هر صورت حديثي انجا اه امام اه عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين نوشته ميگنه ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبول نميشود مگر حديث النبي بالاستيعاب تمام مالك رضي الله تعالى عنه کہ درس ميداد در داخل مسجد نبوي بازمي وكله من ياخذ قوله يترك، كل من ياخذ منه قولا او يترك الا صاحب هذا القبر میگه که غیر صاحب همین قبر دیگه هر کسی یا سخنش گرفته میشه و یا رد میشه ولیدای امام بخاری رحمه الله تعالی و رحمه الله هم عمو قوله نقل میکنه امام بخاری رحمه الله علیه میگه که ولا يقبل الا حديث النبي قبول نمیشود بالاستيعاب با تمام مگر حديث النبي صلی الله علیه و سلام یا یکی ولا يقبل قبول نمیکد اینمی لجنة امی کمیسونی که دایر شده بود لجنه که دایر شده بود این لجنه قبول نمیکرد مگر حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میپذیرفت در حالی که بسیار مردم دیگام احادیث داشتن ولی تنها حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پذیرفت این لجنه میپذیرفت احادیثی که از ابی بکر مونده احادیثی که از عمر مونده احادیثی که از عثمان مونده احادیثی که از دیگه صحابه رضی الله تعالی عنهم مونده او احادیث لجنه نوشته نمیکرد تنها حدیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته میکرد که جامی ازی بعدها ها باز سیدنا شهاب زهری شهاب رحمت الله علیه شهاب الدین زهری او باز جامی عدی یا به اصطلاح متصدی امور شد وادی آخر به نام ازو تمام است فعلا به نام ولی که ابن حزم ابی حزم عمر صاحب چی کرده است امکان داره که او را بعدا ای را ورا غیره و غیره و یا اردو شدی کومیته ناشته کده باشه یک شماموری یک شماممر مقرر کده باشند دیگه والا یقبل مجهول شی اس کی حدیث غیر از حدیث رسول الله قبول نمیږي کی حدیث هر کس قبول کني و یا کی والا یقبل والا یقبل قبول نمیکات والا تقبل هم اومد اس کی قبول نمی کرد نه می شود مگر حدیث نبی علی صلوات و سلام و یفشل علم و بواید کی افشا کنه علم را برن علم پخش کنین ولی اجلس و باید که بیشنن مردم حتی یعلم من لا یعلم تا که دانسته شود کسی که نمیداند دانانده شوه کسی که نمیداند یعنی مردم جمع شود بیشینن بر مجالس علم تا که کسی که نمیداند داند حالی مردم نمی مفتی از خودش مستری خودش سای منصب خودش مثلا وکیل گذر خودش اینا آمده جای ملا را گرفته جای مفتی را گرفته ولی ملا سای بگه پا او کا تو چند سال بار پیش ملازمانو زدی ها ما کیرا گفتم گفتم ما 30 سال میشه که درس میخونم از 30 سال زیاد شد همین 30 سالش یاد خودم میاد که پیش از خود یادم 30 سال فکس یادم میاد که ما هیچ ماه سرم نه نیامده ماه که ما طالب علم نبوده باشه شاید رفته آمده باشه که در مسافرت و دیگه از ما یادم نمیاد که یک ماه مکمل ما طالب علم تا به امروز این طالب علم هستم تا به امروز علم میآموزم خب کاکا ما 30 سال درس خوندیم تو گفتم چند سال درس خوندی چند سال پیش مولا بس سی سال سرکارم کارم مولا مدرسه ای است تو بگو برام همه هم خبرت که اینی کتاب اسی تو بگو برام تو چی یک پنج هستی یا مستری هستی یا سای منصب هستی یا دکاندار هستی یا وکیل گذر هستی خو تو یک چیز عادی هستی یا یا مثلا مامور بودی یا 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 نجار بودی یا گلکار بودی تو یا جوالی بودی تو آنی آمدی مفتی شدی او کاک از کجا میامی؟ چی افتای تو از کجاست امی امی سند افتای تو از کجاست بعضی اوقات از او خاطر امام بخاری رحمت الله علیه بسیار خوب میگه که ولی افشل علمه باید که افشا کنی علمه پخش کنی علم برسانی بر مردم حتی یعلم و حتی یعلم من لا یعلم تایی که دانانده شود دانانده شود کسی که نمیداند بیشتر در مجالس علم هم سر یکم سر علما است که علماز باید بیشین علما پیش سیاست نگردن مولوی صاحب ما بعضیشان که مشهور شدن پیش سیاست گرفتن از حلقه از درس از چی ماندن تمام روز او وزیر بی و رئیس بی وکیل بی, از درس و حلقه و تدریس و مسجد ماندن فکر کنی فقط به یک نماز جمعه اکتفا کرده که یک نماز جمعه ما پیام میرسه نه تو واجبه داری که شو بشینی روز بشینی دیگر بشینی پیشین بشینی شام پیش مردم درس اینمی درسای های مسجد نیست همین اشتکاره که درس می چی بچه خانی این قایده یک پانتون اهمیت داره باور کنید این مردم ما خودم نمیتم درس ده ای ما هستم که ما ایوازش قاری گرفتیم ماش میتم همین قاری که در مسجد ملایما هستم در مسجد قاری ما ماش از خود از جیب خود میتم که شما این چیزا درس بچهای مردم درس بدین اونم قاری وظیفه است ولی یک وظیفه مستقل است یعنی را ملاد است کم میگیرن به الله قسم که بنیاد از یه خراب شد باس پسان این مردم چرا بعدا اگر این مسجد اف سال اش سال ای مسجد میان از این سی چار سالگی که شروع میشه به مسجد میان تا در دوازده ساله ولی وادی آخری از دین بهره نداره بخاطر اینکه که را دست کم گیره بعضی مولا هستن بعضی مساجد که بسیار سیستم موفق داره در پاکستان من مولا رو میشناختم این هیچ کس در مسجد ازو که شش ماه میخوان قران خوان نمیشد هیچ امکان نداشت که شش ماه اوجا می بود قران خوان نمیشد ولی اون سیستم ما یاد ندارم او بسیار یک سیستم خوب یاد داشت دیگه هیچ کار نمیکرد فقط در او وظیفه از چی بود پنج وقت نماز نماز جمعه را متنا میداد گفتم دیگه کار دارم اومدگی نماز جمعه دیگه خطیب پیدا کرده بود که او خطابت میداد این خودش پنج وقت نماز میداد خودش کلان مولای عالم بود فارغ هم شده بود خوب سی و در مسجد خود دیگه از این پنج سوره تا قرآن شریف بالا کتاب درس نمیداد اگه خوب عالم بود درس نمیداد گفت او کتاب رو دیگه جای بخواد میگه او وقتی که با او کتاب برسه بعد دینه قرآن شریف خوان ترجمه رو یاد میگرفت و بچه دیگه وقتی که قرآن ختمه توان ترجمه را ده این دو چیزه که قرآن یک جای فارق میشه او آدم با ترجمه قرآن با بعضی باز میفت که برو احادیث میخوانی فنون میخوانی هر جایی که میخوانی تو شدید خوی از ما فارغ شدی این دو سال دو نیم سال نگاه میکرد یک بچه دو نیم سال و بچه قرآن از روی یاد میگرفت قرآن تجوید شاید میگرفت و قرآن ترجمه شاید میگرفت این بچه هفت ساله 8 ساله اونو سیستم ما یاد نداره متاسفانه یا نمی کنیم زحمت شنا می کشیم امی مولی صاحبا امام های مسجد وجیبه دارن که نمی این ای اطفال ای 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 بسیار نقطه اساسی است اړې اړې مو یې سره مټاثیر نه وي ټول دنیا راګه سکولر بګره سره مټاثیر نه دره چرته ونه مسچل బాలک شو دی سکولر سره منه سکولر تاثیر درنه غرب تاثیر نه شاک تاثیر ول سر بچیم داره بچیم د خطر از دخترم د خاطر است ما چی میګنیم سره کلانا زور میزنیم سره کلانا زور میزنیم نه زیات زور ته سره اطفال بزنیم ای ترجمه بر مردوم شروع نکوه وخت چې به اطفال به تاګه زیات می کې دیګه وخت ندارم ای له ترجمه مردوم ترجمه مردوم امامت تبقا بقا امامت اتاس یعنی امام که زور میزنه سر این ترجمه مردم و مثلا درس دی بقای امامت خدا بیبرکی کی ریشه پیدا مرا حمایت کنه ول ول بقای به پیش الله رب العزت این ارزش داره که اطفال عزیزه این ریشه بیچاره خی یک نبی از شهر روز مسجد است ای خو بیز نه 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 پش یادم نمیگیره یادم نمیگیره برای شروع کردی مدام جای خانه ما نزدیکش امامش دمی دمی رمضان شروع میشد چرا امی سیونی بجا نماز میخوان نماز خدا لاس پیکر بیرون شروع بود لاس نماز که ختم میشد بعد از باز شروع بود ترجمه تا 4 و نیم بجه. تا 4 زناخانه نیم زنا خانه میشد آخر برش گفتم مقتدیت مولوی صاحب از مسجد میکشید گپ مرا و قضیات نگرف گفت مقتدیت از مسجد میکشید این مقتدیات پشت تفسیر راستی هم اول در اول رمضان بو قال مقال کرد که آمد قرآن شریف در زمین زمین در مسجد شرمنده شما این شرمنده شما این گراو گرفتین محراب خوی بی ادبی در حق مولوی صاحب کرد اون مقتدی دیگر اس کی شد ما مولوی صاحب به نرمی این مقتدیات به ستو میان مولوی ترجمه بیرون چی ضرور خو مردم به زن بیچاره ای که همین اطفال حق خوا دارن یا ندارن همین زن بیچاره برو غیر رمضان خو می که مردم به نماز بیدار شو بد کنن بیده دمی رمضان نمی زن بیچاره کی که یک بجا بیدار شده تا دو بجا نان تا یک دا. بعد از دو بجه نان بر مردم آوار کرده و بعد از بازی زن خو نتانه تا 4 نیم بجه منتظر تو باشه یک ساعت دیگه توی زن گدگرا لاسپیکر بگیری و خو کردن تا امی امی حق امی تفل نمیزه حق امی زن نمیزه خو نشد مولوی صاحب در زیاد تقصیش گفت ما دست پیکر داخل چالان میکنیم داخلش از بیرون کرده است قوی دست پیکرای قوی که نشد ما یگی اسنی از رفیق ما سنتی ما بود مستری او را زنگ زدم گفتم ما مرد که این جمع شده این خسرو بری تو جمع کشه از این مقتدیا مخ... ما بچا جوانا پیش تفسیر می کردن این پیش دکان ها که میشدن گفتیم خسرو بری تو از مسجد میکشه دلته اگر خسرو بری جای نداره خوب گل دست امو بود که پیام برش رسید دیگه تک نشینیدیم فقط این نماز که خلاص میشه از گل است گفت <تصفح> ما هم کم بودن ما قد تعداد بودن تعداد خودم بیل نصب کردم صدا میشنو برش زیاد نمیشه ما روز اول صبح کی که نماز پیش خوانم گفتم با چه مردم میشین ترجمه ازی چون مسجد که امام است مجرفتا نمیتونم دور است باز خانه ما مسجد نزدیک میرم با نماز دیدم که ام فقط تعداد ما از تا زیاد بوده باشه آخر که نشد با یازنیش زنگ زدم گفتم این خسر برای تا مردم میکشه او که برای احوال داده به زبان خودش فامانده شد که او بچه امی آدم غریب است تیر شد از امی, از می کلنکاری گفت امی دوکاندار که سوداش فروخته نمیشه نه گفتی چی نکنه که سودایتا نمیخره و بزور شلستی که بخر یک نفر گوش میکد بیاد مجد بیشی نبرد که گوش نمیکند چی در خانه بزور تقیی کدر ایست گوشایشان گفت فکر کنین ای 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 رای کان است که سر بچای جوان نوجوانا جوانا اطفال سر از اینام کوشش کنید ای بسیار سرمایه کلان است دی بقا پشت بقا امامت نگد امامت او فکر میکنه که خو همین مشتک اگه ما تایید کنه یا جوان مرا تایید کنه چی فایده کری سفید تایید نکنه ولی ریش داره در حدیث شریف می در شریف می آکین سیجعل ل... سیجعل لهم الرحمن ودا رحمان جل جلاله دوستا بر مقرر میگند حدیث میمه کسی که الله با دوستی بگیره جبرئیل میخواد که فلان ما که که فلان گرفت که با دوستی گرفتم باز جبریل میاد آسمان هفتم صدا میزنه که خبر خبردار که الله فلان را با دوستی گرفت باز کل فرشته صدا میگنه که ما با دوستی با آسمان تا آسمان اول میتونه آسمان اول فرشته با ما شما رابطه داره در قلب شما الهام میکنه کتابت وحی ما شما میکنه حفظه اعمال هستن حفظه بدن ما شما هستن او فرشته ها باز در قلوب مردم مندازه محبته از این خاطر ببین که اگه تا نق مردم دوست داره اله چی هست که او با خداوند رابطه داره با الله رب العزت رابطه داره الله او را دوست داره و مردم هم او را دوست داره در دا قلوب مردم افتیده در حدیث شریف ها که میگه که باید بدانه کسی که نمیدانه آه ولی جلسو و بیشنه باید مردم حتی یعلم من لا یعلم تا که دانانده کسی که نمیدانه فان العلم لا يهلك علم از بین میرت حلاق نمیشه حتی يكون سرا مگر اینکه تو وقتی که سری باشه علم چی وقت از بین میره چی وقت زایل میشه وقتی که پنهان باشه مثلا من درس نتام نوشتن نکروم قرار می چی خود باشم علم ما به مرور زمان از بین میره أه ها علم ما از بین میره دیگه ما چیزایی که نوشته میکنیم کتاب دارا رو خدا هدایت کنه یگان تا جمع نوام دیگه کتابای ما رو یا نسن نمیکنن یا را بگن نه بازار ما هم دیگه چی میشیم خسته میشیم میگم برو گوم مشکل چه کتابا ما میالی بیشتر از 15 16 کتاب در کامپیوتر است ما مطمئن هستیم کامپیوتر هم گوم کتابا گوم است اگر ما بمرم این کتابا ایم می تو چرا او به کس معلوم نیست که کامپیوتر ما مثلا 1000 جی بی اطلاعات داره دو کی میفهمه که کجاست نه اون کتاب به خاطر چی که کتاب ما تو کتاب ما میره اگر من نوشته آدم تنبل نیستم زیاد نوشته میکنم بیکار وقت ما تا بالد میزی گیم نزدی میره میفهمین نه د تلفون نه د کامپیوتر نه اگنه د کامپیوتر هم گیم از د تلفون هم گیم سیات هم ندارم نزدیم ورش وقت هم ندارم و بی جای چت هم نکردیم که هر کس زود کس کد ما نه رابطه داشته باشه و تلفون هم زود گپ خود می قطع میکنم وقت خود چیزا زای نه میکنم ولی ما مطمئن هستیم که علم ما بعد از مرگ ما زایل میشه نتی است که کتابا توان چاپ خود ما نداریم کتاب انتشارات کتاب یا یا بازار نداره یا علاقه نداره یا ای کتاب به نظرش چی تمام نمیشه یا اقتصادش نداره دیگه اون همون تو میمونه همون تو میمونه یعنی یک بنده خدای که اینجا شش تا کتاب مرا چاپ کردن پنج شش سال شده پنج سال شش سال مو یک کتاب از این بیچاره کس نمیخره و از ما بار دوم چاپ کردن نمیتونم اونم تو ما خیلی کتاب مفید است نقل و پیوند اعضای انسان او کتاب کتابه تحقیقی در افغانستان ما چلنج دادیم در مقدمیش هم که در افغانستان تحقیق کس نکرد اولین بار در افغانستان نقل و پیوند اعضا کاشتن موی پیوند موی پیوند گرده پیوند سلول های مغزی به میشکل تحقیقاتی که در خط رو چی گرفته در عملیات جرایی کال بود شکافی آده دیگه زبان ها شده به زبان ایرانی ها کردن مثلا کم بسیار کم دیگه ایچی ها کردن عربا کردن به زبان انگلیسی اردو شده ولی در افغانستان به زبان ملی پشتو داریم و شما کسی کار نکرده بود او کار شد یعنی این ذهاب علم است با مرور زمان علم ما از بین میره ارا ما که بمرو ما میگه تابای ناچاپ ما میرا که ما میرا او را اولاد ما چاپ میکنه مطمئن هستم که نه او احمد از او را نمیفهمن او احمدی که ما میفهمیم ما به خاطر از وقت اولاد ما نه جامعه میفهمه جامعه هم کدام قرضایی ما نیستیم که مردم پشت کتاب ما بگرده و نه سلابی هستیم که مردم قلم نوشته نشده باشه و نه کسایی که غرب برش کمپاین میکنه که کتابشان اگر نه چتیات نوشته میگنه باور کنین این پرویز مشرف ما کتابش خواندیم لاین اف دیزت نه باشه لاین اف وار لاین اف کتاب نوشته کرده پرویز مشرف من کتابش رو سال اولی که چاپ شده بود دوره خواندم نو که بر بود او کتابش هم خواندم به نام شعر جنگی خود شعر جنگی مرد قضیه امریکا و او کتابی از او ابدا میلیون دلار اواید برش آورده دمو وقتایی که ما خوانده بودم مال شاید زیاد شده باشه در حالی یک کتاب عادی قصه کرده که امریکا این تو آمد برگرام ما گرفتین تو افغانستان حمله کردین تو پشت اسامه ده کوه میگشتی اینو قصه را کرده دیگه چیز گپ نیست که دکچینی آمد و اخ وزیر خارجه بود دکچینی معاون رئیس جمهور دیگه او آمد سر ما چشما را کشید معاون وزیر خارجه را گفت که او آمد سر ما را کشید که بدرگرام بده بر ما بدرگرام چی را بده یعنی میدان های بدرگرام بر ما بده از که ما حمله کنیم بالای کابل از اون میدان های یازی این فکر کنین برای از تبلیغ میشه بی بی برای این مرکه جمهوری چقدر تبلیغ شد؟ الان متفکر اول اصلا متفکر دوم است الان متفکر سوم است این تو متفکر که اولش معلوم است نه سیومش. در کل جهان اولش هم درک نداره و سیومش هم درک نداره تنها یک تا دوم داره بس چقدر تبلیغ شد برایش با کتاب ازی باور کن نه الله شاهد است یک وقت یک وقت شاید گپ ما بر خودش برسه که وجدان خودش هم قضاوت کنه یک وقت دمی پیش امنیت تیر میشتم کتابا یک کتاب ازی به نام دی عادلانه نظام لارا پیش ما تابالی از کتاب کتابش امام ما کتاب هر کتاب لیلا نام می اگر کتاب تا بر می که چی غلط داخلش همین کتاب رایگان توزیع میشد این تو بچه استاد بودم پیشوری ریاست امنیت امی بانک الفلاح کی است ما موتر داشت شیشه های موتر ما پایین بود که اگه فای کتاب خلاص کرده داخل چی بر مفت توزیع کرد مفت رایگان ده این فکر کو که به یک رای قدر کتاب توزیع میشد این که دا کابل چقدر راز ده دیگه جا چقدر توزیع میشد ای این ای ای چی است به خاطر کتاب های تبلیغ میشه بر کتاب چی او خبیسی که مردار شد بانی کمونیسم چی نام داشت پدر خلق که برش میگفتن نه نه افغان افغان ترکی د بنگلار فکر کو روسای تبلیغ کردن برش ده بنگ مسافر در حالی کتاب چتیات است کتاب چتیات بود خدا این کتاب کی نوشته که به نام تبلیغ بر کتابای ما نه تبلیغ میکنه نه شرقیا تبلیغ نه جامعه اسلامی هم مسلمان های ما هم تبلیغ نمیکنه اگر نه در بین ما بسیار نویسنده های قوی قوی ما شما داریم بسیار نویسنده قوی قوی داریم امکانات نشر از نیست امکانات خودش توان نداره این نمیته که مرد میمانه در دیگه کشورا از پیش می خود پشم خان جور میکنه چتیات مردم نشر میکنه به می کسی به نام هارون یحیی داره هارون یحیای ترکی است کار فری ماسونیت گرفته پنهانی کار میکرد کار باز یک دفعه علنی شد هارون یحیا هارون یحیا که بود ی کتابای های چی بسیار نوشته می نشر میشد. شد ما در پاکستان در سال 2000 بسیار کم مردم ها به اینترنت دسترسی دا داشتن باور کنید در ساعت ما چون که صد کل یا چقدر در حال که مسافر بودیم بسیار یا 10 دا کل ولی یادون رفته اینه بسته ماش ما یکونی مزار دونی کلدار کل بود ولی ما اینترنت ها می رفتم اینترنت دیگه جای نبود تنها در چی بود اینترنت کلپ هایی که نو نو و هم جای بسیار پیش رفته مثل در داخل اسلام آباد مثلا دمی جی الیون و این جایی که لوکس مردم ها میشینه دمی جای اینترنت بوده پیندی و یا در پشاور مثلا در بعض جای لوکس لوکس دیفنس کالونی و اینی منطقه در اینجا اینترنت کلپ های بسیار قیمتی جور شده بود که یگان مردم های های کلاس ما طالب لیلم که تیم تو کلا و یک دسمال در سر گردنم که میرفتم به اصطلاح شکا میکردم فقط چی میکردم اینترنت میرفتم که امکانات داشتیم نداشتیم کتابای ای فیلمای ازیرا ما میخواندم ما انگلیسی از اول یاد داشتم از خورترکین انگلیسی را یاد گرفته بودم در مکتب و یک پا انگلیسی ریاد یاد گرفته باز کورس ها میخوانم می اینجا یک سیستم بود نام سیستم کابل اکبر دلاور کتاب اکبر دلاور بود چارده کتاب خوانده میشد یا دوازده کتاب آدم نام قماه انگلیسی ریاد یاد میگرفت ما رفته او انترنت هم میدیم که باش خداشناسی که هارون یحیا نوشته کده هارون یحیا دات کام نوشته میگم باز کتاب های از او های اینقدر ای تبلیغ برش می شد اینقدر تبلیغ میلیون ها دلار در اون در سال 2000 بر 99 2000 قصه می کرد برتان که انوز طالبا اخیرا سال طالبا بودن انوز حکومت امریکایا در افغانستان نیامده بود و امریکای حمله نکرده بودن در افغانستان دو ده قسمت قسمه اونم جای را دیده شود که اوجا فیلم های از و نشر می شد تبلیغ و آخر معلوم شد که یک فریماسونیت بود برش تبلیغ می به او به کتاب های قرضاوی آشنایی داشتم از جهان اسلام و یکی به می هارون یحیی از جا تو کتاب ای بسیار دیر بود برای زاکر نای بعد از 2005 و 4 از, دا از دا باز مشهور شد این شما فکر کنین که به دیگرات دیگران تبلیغ میشه با کتابش به همش در افغانستان علمای داریم که از زاکرنایک... زاکر نای عالم نیست زاکر نای بسیار یک دعوتگر خو عالم نیست ما که زاکر نای سه دفعه شستیم یک دفعه در ترکیه دو دفعه هم دمو آی خودش دمو منبعی سه بار از نزدیک دیدیم که پایش از نزدیک کرد ششتم دو باری تو نزدیک ششتم یک بار دم ترکه بود با ماندن باشه کردیم که هم کارت ما برش دادن گفتم از افغانستان هم دعوت کنید هم کنفرانس سالانه تا نمود که با سال شش ماه بعدش باز ما رو دعوت کرد این ما اون رو دیدیم عالم عالم نیست ولی خوب مبلغ است خوب دعوتگر است خوب یک آدم پر افتخار اسلام است ولی متخصص علوم دینی نیست متخصص طب است یک دکتر مدیکال و است یعنی فکر کنین و امکانات داره ملتش کتش متحد است جهان در جهان امکانات داره کتابش تبلیغ نه می در حالیکه کتابی ازره ک کتاب استاد دای مقایسه نه میشه کتاب استاد دای بسیار قوي بسیار مستدل بسیار ولی بو استاد دای تبلیغ نه میشه بنفش تبلیغ نه میشه با کتابش تبلیغ نه میشه یوک پدش است یوک کمراګه کش است و شاگردایشه به میشکل بدګه ولا مو بدګه ولا مو یعنی يعني... کتاب تبلیغ نه میشه دسیون چونه تخریبام نش تخریبام مشه از طرف دشمنان الله ورسول تخریبام او بسط جهانی و نه تخریب نو شروع کدان برش ترسیدن ازش و استادوی نه مملکت خود ما افغانای خود ما او یا کافرای افغانستانی هم سلمانای تخریب بر شروع کردن کس وابی میکه کا استاپه میکش چی به می شکل بدګه 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 علماء دګه مقصد ما یی است کی علم به ذهاب علما از بین میره دیگه ها ذهاب علما از بین میره میگه وقت علم هلاک میشود که سری باشه بی که علم علنی بسازیم پس شما هم واجبه بگیرین بگوین از بعد دیگه چیز نه دیگه چیز نه موبایل داری نه موبایل تا سبک کرده پر علما را نشر کرده بر اینترنت بلوتوث کرده بر برای هر کس این لیخ بسیار کار آسان است ولی شیطان نمیمونید مثلا در مجلس کی دیگه چی امکانات تو نداری پیسہ هم نداری این موبایل داری یک یک چی خود خریده میتونی 200 افغانی را یک چپ چه بخار بیار استاد بگو ما این در سایت پرتو دی استاد دی ما بی در سایت پرتو استاد آبیت سایب در سایت پرتو مثلا فلانی استاد داری استاد که هر کس بر نظر تان استاد معلوم میشه بگو در سایت دی پارت. پارت آفته اینم پا نشر کده برو بیا گرافیک بلیتود که تو ما را بلیتود کنم برای یک درس خوبی شه خوبی تانی خوبی شیطان این بسیار کاری عادی برای نشر پخش دید ولی شیطان ما شما را نمیمونه بمیکار خود یک توان ریسفید من یک توان ندارم میگه میگه 200 روپیه بگی یک تا فلاش بخره استاد ما خو نه میفهم بگو این نمی 200 روپیه بگو دین نشر دین پخت چاپ کو ورقه چاپ کو 200 ورقه چاپ کو بگو تو کمی همی چیزایی که درس میتی چیز مفید بگو ما تو ناس ریسافی دست میگه پارا می چه پ پا یاد داره ای این کار کرده میتونه خوی کارم شیطان نمیمونه دیگه توانم نمیکنه در پا توانم میکشه در پا شما فکر کنید مثلا امی علی امی, امی امی شبای قدر است اگر در ما شما خیرات کنیم بیشتر کسی از کدام امام از ائمه کعبه را نقل کرد برم گفتم که اگر دمی شب قدر در تا خیرات کنین معادل 84 سال عبادت گویا که 84 سال شبانه در در خیرات کرده باشی اگر دو رکعت نماز بخوانی اونم قدر اگر مثلا دیگه چی که کسی سوره سی بار قول الله احد مثلا الحمدلله اینایی که اجر زیاد مثلا در حدیث آمده درامه. که یک قلالاحت سلوس قرآن است سه بار قلالاحت معادل ختم قرآن میشه میگه اگه را بخوانی گویا که چقدر ختم کردی یعنی این راه بسیار کوچک است اگه ما شما بخوایم به نشر و پخش دین است ولی شیطان ما را نمیمانه و در چیزای ما را مصروف ساخت شیطان و شیطان شیطان است دیگه دیگه میگه علم وقتی از بین میره که چی شوه که سررن حتی یکونه سرا تا سر باشه خفیه باشه وقتی که خفیه باشه علم از بین میره پس علم علنی بسازین که از بین نره امو علی بیم این بخاری کل دنیا علنی شده است آیا کسی کس توان داره که بخاری از روی زمین جمع کنه نه نه هیچ امکان نداره هر قدر بجفنی سگای افغانی و ایرانی و سگای عربی که بخاری را من نقد میکنه، بخاری را نقد میکنین با الله قسم اگه یک مقدمه ایش از بین برده بتانن دیگه شغون با. انباره. یک خاطرش از بین برده چرا به خاطر کی است سری یا علنی شده است در جهان در جهان شاید میلیون انسان باشه که بخاری را یاد داشته باشه اگر کلش حفظ مراتب نداشته باشه همه تو اکثر احادیث و میلیارد باری کتاب چاپ شده است از کجا از قلوب مردم گمش میگینی از از خانهای مردم گمش میگینی از مساجد مردم گمش میگینی از مدارس گم میکنی از اینترنت از کجا گم میگینی از تلفن مردم شاید یک میلیارد بار ای تقسیم شده باشه در بین تلفن ها و اینترنت و اینا پس از کجا تو جمع میکنی امکان نداره به می شکل دیگه کتاب دیگه کتاب دیگه کتاب ما یک دفعه کتاب مرا به امی درس ترمیزی شش جلد است میری بسیار به بس سختی ترجمه کرده بودم در پشاور بودم سالای اول عروسی پیش از شروع کده بازم. عروسی شروع کرده بودم باز سالای اول عروسی رو تکمیل کردم ما و خانمم بسیار به بس سختی اون نوشته کرد یعنی غریبی هم بود ورق باور کنین که ورق پشتوری نوشته میگه و ورقای چی می تولکی در پاکستان قسم ورقای سفید تولکی خط خط می ورقای نیوز میگه بش توان نداشتیم دو ورق می خریدیم تولکی دو کیلو سه کیلو ورق مثلا بعد یاد مرفته که بچه 80 90 کلدار باز پشتوری از اون نوشته میکردیم بازور خانم هم کمپیوتر کتا گرفته بودیم برای شو کمپیوتر بسیار با مشکل چقدر پیسه گرفته بودیم این سالای 2002-2003 نی وقتا بود دیگه او را بسیار به بس سختی با مشکلات او پشتوری پشت دوری باز نوشته بگیدم باز قلم یکانا که فشار میدادم این دستای ما می سیاه میشد بسیار استخوان بسیار وقت سیاه بود حالی کامپیوتر سرکار کرد کمپیوتر او چیزا را از یادم رفته و نوشتن اما حالی که کمپیوتر نوشته میگنم تا بالی هم احساس قلم کمک بگیرم احساس هم سیاهی می خو. امو این کتاب گرفت یک کسی کدام کتابخانه میده چاپ کرده یک روز دیدم که کتاب از من نام یک مولوی سرش نوشته است ما گفتیم این کتاب خیرانی ها ترجمه کرده بود معلوم بود ایرانی که ترجمه از او آدم معلوم بود اما ایرانی که ترجمه کرده بود از دارلم زاهدان بود و عالم دویدا دویدا پیش فاروقی رفتم اون فاروقی برام چاپ کرده بود گفتم برادر این کتاب خاص غلطی است نشان شبرش نشاندن گفتیم اینجا ما غلط کردیم آمو از اردو ترجمه کړم کلمي اردو از پېشمانه غوښينه غلطي گفتم بي غلطي ما غلطي هم برام معلوم ود غلطي چونو كتاب بردو کومه مرور کړم غلطي خوده کشیدم کينځه گفتم سکه غلطي را پاسه ته نه کړه فقط نوم خداي واسه کړو د ما یو مقدمه ګاكثرش نه وشته کړم او زما را ګو فايسته نارم تو یو قر شده بدم بسیار گفتل نارم شو مردماي ما پشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ی بیا یک گپ بسیار خوب برم زد گفت تاوان ما کردیم تو, تو, تو گفت پیسه تا پیسه گفت تو پیسه تا گرفت تاوان ما کردیم کتاب ما گفت چاپ گفت از پیش از دولت رو به تاوان و صد دورام کتاب گرفتم ولی دیگه چاپ نمیکنه این گفت یک گپ است کتاب تو را ده بار ما چاپ کردیم گفت ده بار یک دفعه گفت 5000 دیگه یک 1000 گفت گفت کتاب تو گفت 20000 بار مثلا یا 10000 بار کتاب تو نشر شده است حالی گفت امکان نداره که کسی امتیاز از از تو بگیره گفت یعنی میگه نشه چه گفت یک بار افشا شد گفت دم بار اول افشا شد تو گفت حالی دیدی ما گفت یک سال پیش دیده بوده میشه اما پس مرا قناعت داد گفت کتاب که یک دفعه نشه شد گفت امتیاز از تو از گرفته نمیتن گفت تو چی وقتی کتاب نوشته 2002 2003 ما گفت ما گفت 2014 نوشته کرده یا 15 گفت پس کلی گی میفهمه که 15 مقدم است یا دو که هر جای بشونی برش که برادر اینی خو کتاب ازی کتاب ها میبینی نقل شده است پس آیا ناقل مقدم است یا منقول پس تو من منقول است یا تو است این نقل ناقل استی معلوم است باز یک ذره مطمئن دیگه گفت کتاب گفت سافت پیش تو است دو بار ادیتش کن نرم جورش کن پس بیار که نو چاپش کنم به نام خودت باز باز یک ذره مطمئن شدم قناتم داد کتاب فروش بود اگنی بسیار با هیجان رفته بودم راست هر کس قار میشه که زحمت ما بکشم نام از کسی دیگه با شش جلد سو شش جلد درس ترمیزی از جلد پنجمش و ششمش در یک جلد چاپ شده است دیگه چهار جلد علایده علایده چاپ شده است دیگه به خاطر علم وقتی که سری باشه زایل میشه که سری برامد با زایل نمیشه حالی مطمئن هستیم که کتابهایی که به نام ما چاپ شده است ایچ چی شنا داریم به اصطلاح ترس داریم به خاطری که نشر شده است پیش از پیش بر مردم پخش شده است حدثنا علی ابن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عم عمر بن عبد العزيز الى قول ذهب العلم. امام بخاري ميكي عبد العلاء بن عبد الجبار بن عبد الجبار حديث بينكت بارما از عزيز بن مسلم از عبد الله بن دينار امي حديث عمر بن عبد العزيز بارما. بيشتار اجا ذكر کرده بود معلق ذكر کرده بود سند ذكر ما بود مطلق متن ذکر کرده نه معلقات بود حال او را مستند میسا معلق مستند می میگه قوله که پیشتر ذکر کرده میشه معلقا این میگه مستندا میگه اینی است که بر ما علی بن عبد الجبار و از عبد العزيز ابن مسلم و از عبد الله ابن دینار حدیث عمر بن عبد العزيز نقل کرده تا به ذهاب العلماء میگه که امام گفته که و ذهاب العلماء خفت دروس علم و ذهاب العلماء حدثنا إسماعيل بن أويس أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قال الفريري اخبرنا عباس قال حدثنا قتيبه قال حدثنا حدثنا جرير عن هشام نحوه امام بخاري يك برامج حديث بيان كات اسماعیل ابن ابی او گفت که حدیث بیان کرد مالک از هشام ابن عروه از پدرش و از عبد الله ابن عمرو ابن العاص روایت میکنه که قال فرمود عبد الله ابن عمرو ابن العاص که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرید مس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یقول فرمودن ان الله لا یقبض العلم انتزاعا الله قبض نمیکنه علم را بکشیدنه که بکشه علم را یک دفعه وارد داره از بشریت انتزاع کنه وارد داره این کار الله نمیکنه ينتزعه من العباد كالله الله علم از عباد ببره علم یک دفعه الله رب العزت نزع بكش علم بطرف خد ببره ولكن يقبض العلم هي تقسم علم قبض ميكون بين ميرا علم بقبض العلماء بقبض علماء كعلماء قبض شو علم شان مير ميرا زيادة علوم بود وعلم شان بشت حتى اذا لم يبقى عالم طايكي عالم نمونا اتخذ الناس رؤوسا جهالا مردم ها میگیره سرکرده خود را جاهل مثل امروز واره اکثر سرکرده ها جاهل هستند علما نیستند مثلا در عرصه سیاست اکثر سیاست سیاسیون جاهل هستند اونا چی یاد دارن او فقط اونا معادلات سیاسی کاذب دروغ فریبکارانه را یاد دارن اصل علما نیستن شما نشان بده به سطح جهان اسلام چند رئیس جمهور علما هستند یک رئیس جمهور عالم بود مرسی دکترا داشت مثلا در علوم شرعی امو را تحمل نکدن نو ما تحمل کدن بشر نو ما دیگه نشون بتیم مثلا علمایی که در رأس قدرت باشه علما در کل جهان اسلام پینجا و دو کشور اسلامی است کشور چند علما هستند رئیس جمهور عرب و شاه عرب یا شاه کشورهای خلیج یا شاه ایران یا شاه دیگر شاه ایران دکتراش در فقه حقوق است روحانی در حقوق چی در حقوق حقوق و علوم سیاسی دکترایش از افغانستان هم معلوم است که دکترایش در چی است از از گذشته ایشا معلوم بود که ارزی که چی بود گذشته ایشا هم تو بسنجید مثل مثل دیگرا و دیگرا و دیگرا دیگره در این شکل شما ببینید که قرآن بعضشان از روی خواندن نمیتونه رئیس جمهور از قرآن از روی خواندن نمیتونه ملکا هستند پادشاه ها حکام هستند و میبینید که قرآن از روی خواندن نمیتونه دیگه از خاطر مردم رؤوس خود را جهال میگیرند بسط جهان و بسط سطح کشورها و بسط منطقه و به سطح امام مسجد جاهل است امام مسجد بر نشان میده که امام مسجد از خودش جاهل به احکام دینی نمیفهم خودش امام مسجد ابتدایی ترین احکام دینی را نمی فهم. فرق مفسد و باطل کرده نمیتانه گفتی هم مولی صاحب که اگر روز قار شدی اگر دو می میگه والا اگر تو همیال استنجای تابستان زمستان تا یاد نداری تو آبایی که از میزنی دیگه او گفت استنجای تابستان زمستان بود ما در گوشش گفتم گفتم چیست در فقه است استنجای زمستان تابستان در کتاب های فقیه در کنز آمده کتاب آمده که استنجای زمستان و در محشی آمده فکر کنم در مطم نیامده که استنجای زمستان و تابستان فرق میکنن که زمستان از کدام طرف از تابستان از کدام طرف خو ميجا يقبض العلم بقبز العلماء علم قبض مشهد بقبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالم تاكي عالم باقي ما يتخذ الناس رؤوسا جهالا مردما جاهلا را سر خد خود فسئلوا برصان ميكون برصان مش جهال فافتو بغير علم فتوى غير علم ميتا هم يقول العلماء ده كم أستن؟ اكثر جاهل است اكثر يعني ملاي كده مثل تلميزونا شما ميبين اكثر جاهل است يك ملاي مشهور اسمه انا ميجرم. پشتو دریم تو کدوات گپام میزنه پشتو زیاد میگه باور کنی اگه پیرا گفت که ما مطمئن هستم که شاگردای سم فی اول مدرسه او گپنا میگه گفتم شاید خطا کده باشه بار دوم دیدم که بازم گپ تکرار کرد یقین کردم که از علم شاست بار دوم گفتم لسانی باشه یکی دیگه اش فتوا قاری ریشکل از دمو چی نامش یادم رفته نم تلویزیون فتوا میتا ریشکل از ریشو برو تکل میکنه او را فتوا میتا یک روز میگه و گفت سایب می سیگرت چی از خودش هم نکتایی زد گفت سیگرت هیچ باک نداره گفت چی در رمضان چی در غیر رمضان گفت باک نداره گفت خاطری که این خودم میدانم میره دو از گفت دان میره پف میشه او خودش هم سیگرت می میده کابل دیده میشه پیاده میره من بسیار احترام کرد برام او خو سایب شما استادای ما هستین هستین یگان گستاخی میشه سایب در تلویزیون ها بیاد بی پیشوری دان پنتون کابل ما میشه ما خنده کردم از پیش تیر شدم گفت یگان فتوا ده گستاخی میشه حق شما این فکر که کی این تو مردم های میگه فتوای علم میتن گفت سیگریت گفت در رمضان غیر رمضان هیچ پروانه میکنه گفت دو دست گفت چیز میده نه میره پیغمبر چون گفت چیز من که میده بره تا کجا پیغمبر سن گفت که میده بره غیر میده از رای مقدت بخوری بگو روزیت مشکنه دیگه بار که از رای مقد چیز داخل شو بگو روزیت مشکنه و تو از رای دان پف کو سیگریت بوده تو پف میکنی ها ها باز ملا بنا سوار نمیشکنه الان یار مردم های جاهل هستن که از ما هم سای پیروی میکنن این مردم های جاهل هستن کس که از ملای تلویزیونی پیروی میکنه دیگه دیگه ملای تلویزیونی اکثرش عالم نیست بعض علما هستن در بینش ولی اکثرش عالم نیست بعض جان عالم اکثرش عالم نیست ها شخص مانیش زور ما نمیکشه زور ما شخص مانیش و نمره د پانتون کابل دیم خنده کده از پیش تیر دیگه اگر چی پسان باز در دل خدا ملامت بینیم کاش که یک نصیحتش میگه که قاری صاحب از آخرت بترس از خدا بترس شاید حافظ قرآن باشی ولی عالم کو نیستی فتوه ناق نکنی از اینا ای آهنگ بخوان بجایش اگه آهنگ هم تو مست سمزمه کو بیاز قاری بشار لحجه خوب داشته باشن یگان ناد بخوان تیرش شده می از این مفتی پسان پیش ما او رفته به دیگه از پیشم هم یک بار ما میشه دیگه او میگه که میگه به قبض علما مردم میگیره روز را فسو ایلو پرسان میشود فافتو بغیر علم فتوای بغیر علم فضلو خودشان گمراه میشن خودش خودش و افضلو مردم هم گمراه میسازن هم خودش گمراه است خودش گمراه و هم مردم هم گمراه میسازن قال الفریری و فریری میگه که او یکی از راویه نسبت به سوی قریه فریه است اینجا نوشته کرده بسوي قرية فريم نسبة شستك كي أخبرنا عباس عباس مرة خبر قال حدثنا قطيبة تو كي قطيبة بن سعيد بالخي إذا بغلان دفن من قطيبة إبرة خبر كي قال حدثنا جرير كي جرير مرة هشاب نحو بمثل هم حديث مرة خبر ده يعني روايات من بخاري تقويت ما يكون عن هشام النحو باب هل يجعل النساء هل يجعل للنساء هيا گردانیده میشود برای زن های یک روز خاص بر علم آیا میگه ای تو است که برای زن های یک روز خاص را برای تعلیم مقرر کنی یعنی یعنی معلم استاد امام مقتدی پیغمبر پیشوا پیغمبر معلم واعظ ای تو حق داره که یک روز خاص را برای زنا مقرر کنه و روز خاص را بر زنها تعین برای زنا تعیین کنه برای تعلیم علم ای حق داره بارت ميجا اي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثني ابن الأسبهاني قال سمعت ابا صالح زكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقي لقي لقيهن لقي فيه فواعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما منكم ام, أم... شيء اسمه امراه ما منكم امراه تقدم ثلاثه من ولدها الا كان لها حجابا من النار فقالت امراه واثنين فقال واثنين باب ازر بيان هل يجعل للنساء يوم على حده في <applause> العلم ميجا باب ازر بيان ان آية يجروز براي علم شوى یک روز خاص برای علم مقرر شوه یا نشو گفت بله زکوان حدیث بیان میکنه از سعید خدری رضی الله تعالی عنہ قال می قال النساء زنها مدن گفتن به نبی علیه صلوات و سلام زنها عرض کردن غلبنا علیک الرجال یا رسول الله مردا سر ما غلبه کردن فجعل لنا یوما من نفسك یک روز از خود بر ما مقرر کو مردا سر ما غلبه کردن کل وقت مردا میگیره بر ما وقت نمیمونه یک روز خاص بر ما که خاص بر زنا درس بتی که زنا سوال کنن زنا گپای تا بشنون امی تعلیمات ویژه نسا و یا تعلیمات ویژه بانوان ای تو یک تعلیم بر ما مقرر کو فوعدهن نبی علیه السلام وعده کرد سیس درست است یک روز خاص بر شما درس میدم، یک روز در چند روز که به مردا درس میدم، یک روز خاص هیچ مرد نباشه تنها بر شما درس میدم. آه آه لقيهن فيه كنبيه صلى الله عليه وسلم ملاقات ميكت بزن هذا فوعزهن نبيه صلى الله عليه وسلم وعز مقد بزنها، وأمرهن وأمر ميكت بأمورات نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال. بود نبی علیه السلام در جمله چیزایی که فرموده بود برای زنها لهن برای زنها ما منکم امراتون یکی از جمله چیزایی که برای زنها نبی علیه السلام فرموده بود گفت نیسی چه که از شما زنها تقدم ثلاثه من ولدها که پیش می یعنی وفات میکنه در زندگیش وفات میکنه سی اولادش پیش روان میکنه سی اولادش یعنی وفات میکنه سی اولادش إلا كان لها حجابا من النار مجرم غير مسي اولاد حجاب ذاتش از, از برايش وسيله ما مانيهت يا سفر از آتش ميشه زن نجات ميت يعني معنيي ايه كي اگه زن سر زن مصيبت اولاد اوميه حدر نميره ومصيبتش درد ميبينواله ايوازش اجر ميبينه الله حجاب ذاتش جهنم برايش نصيب ميشود فقال امرأة واثنتين يك زن آمد قف يا رسول اگر دو اولاد رأي كده باشا دو اولادش فوت كده باشا قال واثنتين نبي صلى الله فقال واثنتين اگر دو تام باشا بجنة ميرا واز بهشت از جهنم حجاب و پرده و سپر از برایش پس دی حدیث شریف معلوم می شود که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر زن ها یک روز خاصی را مقرر کرد و روز خاص معلم و واعظ و استاد هم میتونه برای ها و برای یک طبقه ویژه چیزان ایجا غزان آمده به طبقه ویژه مثلا به نابینایا یک درس خاص برایشان مقرر کنی به ناشنوایا یک درس خاص مقرر کنی بعضی مردم میره دارم در حرمین شریفه اینان که برین دروس خاص برای ناشنوایا برای گنگا برای اینا تبلیغ هم من حجا دارم که تبلیغات چه روز رفتیم اونا چی میگنن برای نابیناها ها هر کس جماعت خاص با تعلیمات خاص هم داره تعلیمات خاص ما دیدیم که امیر رو به اشاره میفهمانند بیان بولش ان ستیر میز مقدور قیستات شده و ریوان. در مریوان عجیب یک استاد در ایوان دام دیدن نظام الدین دیدم هم دیدن مرکزشان در مرکز دیلی دو جا. یک خاص تعلیم دار آدم تعجب میکنه می تو دوستا را شور میدان با و می کله گی تو به اخلاص نشان سعی داره شور به اخلاص و نفس های خردام خورد دارم بیچاره چون همی چی نفسا ها به سبب یک آدم کم شو نفس آدم خرد میشه احساس کمی میکنه یه بیچاره عاجز از نفس های خرد خرد شسته بودن برای ای به اشارات میفهمند به ناشنوایان درس داره انمې <سؤال> ته امو موايز حق داره کوم بدعت نیس موايز حق داره چې برايي ویزا در څو ویزا مقرر کنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا